بله، عرض کنم خدمتتون از روز نخستی که ما ظاهر شدیم در برنامه رادیو قریب 18 سال پیش بوده است، در برنامه عرض کنم دوست گرامی آقای فریدون دائمی، و نخستین باری که ما ظاهر شدیم در برنامه تلویزیون که بنده میهمان میبودی بودم، یک مطلب رو ما دنبال کردیم و از همون روز نخست اعلام کردیم، و اون این که مایه شر در کشور ما استبداد است. هموطن، این مطلب جدیدی نیست و از این جبهه ما عقب نشینی نکردیم و مطالب رو جلو بردیم و مورد توجه هموطن واقف شد. مایه شر و بدبختی و ادبار و نکبت و عقب افتادگی و پریشانی و زندگی در تبعید و عقب ماندگی اقتصادی و تکنولوژیکی و علمی همش استبداد است هموطن، و متاسفانه این استبداد ریشه دارد در تاریخ ایران، و استبداد عقلی نیست، خلاف منطق است. هیچ گونه توجیهی عقلی بر استبداد متصور نیست. تنها راهی که عرض کنم که پیدا کردن طرفداران استبداد در قدیم و جدید که آثارش در ادبیات ایران منعکس هست، نفی ملت و محکوم کردن ملت بوده. آقا اینا هر جمعش طرفه، یک زورگو لازم داره و رابطه مستبد با مردم رابطه گاودار است با گاوداری، هیچ فرقی نمی کن. هیچ تفاوتی نداره. اینقدر است که این گاوای بیچاره حرف نمی زنه، فکرم نمی کن. یعنی آقای گاودار، قبلا این مثل رو گفتم خدمتون، حالا ادبای قدیم گفتن گوسفند شبان و رمه، یعنی سلطان شبان است و مردم رمه، اما گاوداری هم بد نیست. این آقای گاودار عرض کنم یونجه میدهد به این گاوها، میخورن برای منافع خودش، گاهی اوقات پوز هم بدهد که چه گاوای چاقی دارم، و بعد عرض کنم به میل خودش هر کنه بخواد سر میبره، قرمه میکنه، میفروشه به قصاب، هیچ جوابی هم به هیچ گاوی نمیخواد پس بده، مسئولیتی در مقابل هیچ گاوی نداره. شما شنیدید بگن که آقا گاوی شاکی شد گاودار رو بردن زندان؟ نه، مستبد هم کارش همین است، گاوداری درست میکنه. ما امروز گاوداری سوریه داریم، گاوداری عربستان، هیچ گونه مسئولیتی عرض میشود که این حاکم یا این مستبد در مقابل هیچ قانونی نداره. این اساسا خلاف عقل هست، خلاف عرض میکنم شعور آدمی است، و چون هیچ گونه توجیه عقلی برای متصور نبوده، طرفداران استبدار در اعصار و قرون متمادی جز محکوم کردن مردم هیچ راه دیگری نداشتن. اینا کچل بودن بدبختا، اینا گرگوری بودن، اینا میخواستن اینجا رو ایرانستان کنن. آقا چرا مردم میکشیم؟ میخواستن ایرانستان کنن. اینا یاغی هستن، اینا متمردن، یک عمریز بم میریزن رو کردهای ایران یکی پس از دیگری، چه خبر آقا؟ اینا یاغی هست. هیچ گونه توجیه علمی چون نیست برای زور، چون زور عقلی نیست اساسا، طرفداران استبداد محکومیت مردم رو پیشه کردن. قدیم و جدید، کار امروز نیست، کار قدیم. وقتی که فلان شاه رو یا فلان مستبد رو مردم یا خارجی‌ها بیرون کردن، مردم چراغان کردن. اینا آمدن گفتن این مردم خائن بودن که چراغان کردن، نمک نشناس بودن. یکی سینماست بگه آقا خفه کرده بود، فوا مختنق بود، روزنامه رو بسته بودن، کشته بودن، بزرگان مملکت رو کشته بودن، رؤسای قبایل رو کشته بودن، سیستم پلیسی درست کردن، مردم خسته شده بودن، وقتی رفت چراغان کردن، نه اینکه مردم خائن بودن. میلیون ها مردم آمدن در خیابان گفتن آقا خائن بودن، اینا همه نمک نشناس بود. آقا نمک کی؟ نمک از اون سرزمین است، متعلق به اون مردم، همه بر خوان ملت نشستن. این ذهنیت نوکری و ذهنیت بردگی عرض شود که امیدوارم یه روزی برطرف بشود. فکر میکنم با توجه به این که میانگین سنی عرض میکنم استبداد خواهان قریب 70 سال هست، 10 سال دیگه
عرض میکنم که همه دوستان به پناه ایزد باری تعالی شتافتن، دشنام هاشون هم با خودشون بردن، چون دشنام که بر جای نمیمونن. از روز نخست که ما ظاهر شدیم در صحنه این جامعه و واقعا قبول بفرمایید کاملا تصادفی بوده، عرض کردم من نه آدم تلویزیون هستم نه آدم رادیو، اما بر من محرز شده است که هر در این جامعه از استبداد و فساد هست و بیقانونی، چون جایی که مستبد بود که قانون نیست. مردم خائن بودن، نمک خوردن، نمکدان را شکستن. استدلال رو ببینید، استدلال عمیق علمی رو ملاحظه بفرمایید. کی نمک کیو خورد؟ نمک از کجا آمد؟ مگر نمک همین نفت این سرزمین نبوده که تو این چاهای مملکت بوده، مال این مردم بوده؟ حالا این بر زبان من جاری شد، امیدوارم به گوینده شعر بر نخورد، منظوری نداشتم، اما این شعار رایج هست که بله این مردم نمک نشست. آقا نمک مال اینا بوده، این بیچاره ها، نمک مال این مردم بوده، دیگران خوردن و مبالغشان برداشتن و فرار کردن. آخه استدلال شما کجا رفته؟ عقلتون کجا رفته بابا جان؟ و چون اینها حسابشون از مردم جداست و مردم رو نفی میکنند و اینها رو موجوداتی خیال باف و نادان و جاهل و حق نشناس و نمیدونم نشناس و نمیدونم اینها میدانند، راهی هم ندارند برای بازگشت. آرزومند این هستند در رویاهای طلایی که یک اجنبی حمله بکند این گرگوری ها رو به قول اینها بمبارون بکنه، این آقایون برگرده میره سر زمین هاشون و سر منازلشون اینا. اگر غیر از این هست بفرمایید. آقا ببینیم استدلالتون چیست، فوش که خوب بلدید بدید. و حالا دیروز بود به برنامه داشتیم، یه خانم هموطنی اومد مخالف بود با حرفای من، براش عجیب بود، خب برای این بانوی گرامی جوان غریب بود در اون محیط از می شود که خراف زده مذهبی استبدادی. عجیب هست این حرفا، بسیار این حرفایی که ما می زنیم اینجا عجیب هست. نه تنها برای ایشان عجیب هست که برای بسیاری از دانش آموختگان هم عجیب هست. آمد مخالفت خوش ابراز کرد، بیشتر از 35 تلفن بود که از جانب ایشان از بنده معذرت خواسته بودن، چون که مثلا به بنده برخورده. اصلا چنین نیست، بنده قبول ندارم اگر کسی با حرفای ما مخالفت آدم بدیه، ممکن است هزار صفت نیک داشته باشه، یکیش هم این باشد که جز از اینکه بابا مخالفت. یا اگر فلان با ما دشمنی میکنه آدم بدیست، اساسا من همچین اعتقادی ندارم، هم باید بتوانن سخنشون رو بگویند. نقد در ذات لازم و واجب هست، نوع نقد فرق میکنه. بعض از این دوستان از روزنامه‌نگار گرفته تا اون طبیب محترمی که عرض کنم که نامه سرگشاده می‌نویسد و اینها به جای تحلیل تاریخی قضایا و تحلیل علمی مراتب و نگاه کردن به کتاب‌ها و اسناد تاریخی، مشتی تعصبات رو با حمله شخصی مخلوط میکنن، خیال میکنن عالم. به جایی نمیرسه این حرفا. شپش داشتن این مردم. خب مومن اگه این مردم شپش داشتن، همه شپش داشتن. احتمالا اولین 5 گرم DDT که رسید همون شخص اول به خشتکش مالید که شپشاشو بکشه. خب همه شپش داشتن. این تکنولوژی، این عرض میکنم که شیمی جدید وقتی تولید بشه به همه جهان میره. ما نمیتوانیم به آخوندها رو تعظیم کنیم که بگوییم که اینترنت بردن به ایران. عرض کردم این دستاوردهای مادی اینا هیچ نیست. اون چه اهمیت دارد محترم داشتن مردم و مشارکت دادن مردم در مقدرات ملی و عرض میکنم که بنیاد کردن بنیادها و انستیتوشن های سیاسی مثل روزنامه ها، احزاب، این هاست. قوت ملت به این چیز هاست، نه به اینترنت رو نمیدونم که تلفن دستی و فلانی حرف. سوراخ دعا رو ما گم کرده ایم. بله،